میکنم. بحث ما بر این بود که ما یک به حال جناب جعفرزاده خوش آمدید به برنامه ما. آنچه که در این اتاق فکر در حال حاضر مطرح بود در از نفوذ دستگاه‌های امنیتی در ایرانیان برون مرزی بود و اینی که تا چند اندازه ما میتونیم متحدالشکل حتی اگر نمیتونیم بله فقط هماهنگی بیشتری با حقیقت داشتیم از طریق اتاق‌های فکر. دوران ترامپ رو ما سپری کردیم، 4 سال دوران طلایی ترامپ، در حال حاضر ما با یک دوران بایدن و لیبرال دموکرات و دموکرات هایی که به هر حال سر مماشات ممکنه داشته باشن با جمهوری اسلامی روبرو هستیم. از طرف دیگه بحث و گفتگو در بین کنشگران سیاسی، حالا چه آنانی که جمهوری خواه هستن و پادشاهی پارلمانی و غیره، مسائلی مطرح میشه و بر اینی که به هر حال چه از نظر کثرت‌گرایی چه از نظر تمامیت مرزی ایران به خاطر فرهنگ هایی که ما شاهد اون بوده و هستیم، از مردمان کرد گرفته، بلوچ گرفته، ترکمن گرفته، به هر حال ایرانیان خوزستانی گرفته، همه ما به هر حال به نوبال آن هستیم که تغییر و دیگرگونی، حالا چه از نظر براندازی باشه و سرنگونی جمهوری اسلامی، بتونه بیانگر یک آزادی خواهانه، یعنی یک آزادی باشه که بیش از 100 سال هستش که مردم این از مشروطه طلبی تا به امروز پی آن رو دارن. جناب جعفرزاده به عنوان کنشگر سیاسی مسائل رو، جناب به هر حال بولدایی به عنوان یک کنشگر حزب مردم بلوچستان مطرح کرده، شما از تا چند دست مسائل رو یک چگونه جنبندی میکنید سالی که گذشت دوران ترامپ و دو اینی که تمامیت مرزی ایران رو به چگونه مینگرید و چشمانداز شما برای یعنی سالهایی که در پیش داریم با جناب بایدن به چگونه هست؟ جناب جعفرزاده بفرمایید. با درود به شما و مهمانان و همچنین بینندگان این برنامه، بعدن ممکنه در مدیا و مجازی منتشر بشه. ببینید شما یه کامیون پرسش رو با هم دیگه سوال کردید. اول فکر اگه اشتباه نکنم شما از نمیدونم نفوذ عوامل جاسوسی فلان بعد در رابطه اینا، همون خودش سبب میشه که جمهوری اسلامی بتونه موراش و همون ترور زنجیره‌ای که ما تو اروپا بود از ترور فردون فرخزادها و نمیدونم رهبران کرد و و و و اینا با چراغ سبز خود اروپا بود، خودمونو فریب ندیم. خب سبا اینا مگه نخوان بعد اتوماتیک این بحث خودش میپره میره به دیروز که رو توپ در زمین شما امریکایی هاست. من برعکس میگم توپ نه اونجاست نه اینجاست، توپ در زمین اسرائیله. بله. و این چند روزی که دیدید به قول بعد بچه من هفته پیش یه چیزی گفتم که پشمینم درست از آب در اومد، البته خب یه سری اطلاعات به اون میرسه. نه اتفاقاً جناب جعفرزاده، ما اتفاقاً قبل از اینکه شما در وارد برنامه بشین بحث کوتاهی داشتیم از اینی که صحبت بر این بود که بحث اختلالات سامانه پدافند فرودگاه و همینطور حک شدن آنچه که در تهران داشتیم و آژیر خطری که به بانگ شبانگاه بله از یک برحال F-35 های اسرائیل اینجور مرمه در آسمان تهران، بعد از اون که در دهلی نو ما شاهد یک به حال یک انفجارهایی بودیم، در غرب تهران است ما چند آتش‌سوزی در قسمت های کارخانه های موشک های بالستیکی شاهد آن بودیم که نازشستی بوده از طریق منابع غیر رسمی اسرائیلی ها که میتونن. برای همین برمیگردیم به اینی که تا چند اندازه اگر در جنگ ایران و عراق میگفتن به هر حال راه قدس از کربلا میگذرد، امروز ما میتونیم بگیم راه تهران از اورشلیم میگذره.